الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خانواده شریف مسلمان افغانستان خانواده شریف مسلمان افغانستان خواران برادران جران قدر جوانان نازلين اما از دختر پسر حقوق شما از نگاه مدنی مساوی مطلق است و هیچ زنی بر مردی و هیچ مردی بر زنی و هیچ قومی بر قومی برتری نداره و هیچ مذهبی بر مذهبی برتری نداره به جز از تقوا و دانش و ما همه ای ما یک ملت واحد مسلمان هستیم السلام علیکم و رحمت الله و برکات و امروز روز دوشنبه 21 ماه دسامبر 2020 میلادی و ما فرید یونس گرداننده و تایه کننده دکتر یونس شو از تلویزیون جهانی امید 24 در خدمت شماستم و 9 روز به ختم سال مانده اولین سوالی که بر من مطرح شده بود که کسایی کریسمس تجلیل میکنن یک کتاب است به نام غرب زدگی و این جلال آل احمد یک نویسنده بسیار شهید خداوند غریق رحمتش کنه بهشت بر این جایش باشه این کتاب جلال آل احمد نوشته کرده به نام غرب زدگی و شما میتونین که کتاب غرب زدگی را هم به انگلیسی دریافت کنین و هم به فارسی دریافت کنین و بخوانیم ما امروز در یک محیط آزاد زندگی میکنیم هر کس حق داره هر قسم که زندگی خود پیش میبره تا وقتی که بر ما سوال میشه ما مجبور هستیم که سوال جواب بگوییم نه ای که تیر کنیم خدا. بلندار با سوال تحقیق کار داره با سوال ها رو باید که ما سرش کار کنیم که جواب بگویم و باز سوالا در گذشته هم جواب داده شده مثل این موضوع کرسمس در گذشته بارها چی شده ما مردم مسلمان هستیم و دین اسلام آمد که همه ادیان گذشته را تکمیل کنه و از همی درخت کرسمس اینا که هستن ای درخت کرسمس اینا در جرمن قدیم در جرمن قدیم این یک, یک نهاد از،, از, درخت پرستی بود و طبیعت پرستی بود و وقتی که وقتی که ها آمدن امیره یک شاخ و برگ مذهبی دادن به, است، به استناد صلیب و بدار کشیدن عزت ایسا و اینا علیه السلام که همه این چیزها رو قرآن رد میکنه لذا من شخصا موقع که طرف تانکس گیوینگ هستم در, در امریکا بخاطر از اینکه تنکسگیونگ یعنی روز شکران و روز شکران هیسایی باشه یهود باشه بودایی باشه هر کسی که باشه شکران شکران است و شکران نعمت شکران نعمت است و چرانی ما هیچ کدام مخالفت به چیزی که با اساس دین ما یعنی تچ نکنم ما هیچ کدام مخالفت نداریم و یا مثلا آه، آه، تبریک گفتن در سال نو چرا نه؟ سال نو سال نو است و ما در می سال زندگی میکنیم و باید که مردم تبریک بگوین خصوصا به دوستای ایساوی خود باید تبریک بگوین و ما هم دمی, دمی کشور زندگی میکنیم و د میکشور تکس میتیم یا مالیه میتیم به اساس تقویم ایساوی ما هر روز زندگی ما پیش میره و یک سال نوه شروع می کنیم نو شروع میکنیم نوروزباد روز باد. هیچ کدام تبریک گفتن سال نو سال نو است مثل که سال نو هجری خورشیدی سال نو هجری قمری سال نو ای هیچ کدام دهی نیست که ما چی کنیم تبریک بگویم باید تبریک بگویم به دوستای خود چرا توفه بله نه چرا نه ما باید که به با دوستای عیسوی خود توفه بتیم برای زیک اونای نمی اعتقادشون است ما باید که اعتقادات اونا را اعترام کنیم و وقتی که ما تاریخ اسلام را می میبینیم که چقدر مسلمان با ها به اعتقادات عیسوی ها اعترام داشتن مخصوصا وقتی که فلسطین فتح شد توسط عزت عمر رضی الله حضرت عمر رضی الله یکی از شخصیت های تاریخ اسلام است که مولتی کلچرالیسم مولتی کلچرالیسم یعنی که تعدد فرهنگ ها را بسیار شدید تشویق کرد و گفت که هر کس آزاد است که به کلیسا میره یا به معبد یهودا میره و هر قسم که عبادت میکنه و کسی حق نداره که اینا را راهبانشان و اینا را کسی اذیت کنه یا مثلا به که کلیسا و اینا صدمه برسانه از که گپای خوب زد در فلسطین یکی از از فلسطین که گیسایی بود برش پیشنهاد کرد خیدمی کلیسای کمی جاست هست نمازتان کنین باز با زرزت آمر رضی الله چار و یک آدم مدبر بود گفته که من اگه نماز عدا بکنم یک وقت شاید که امیره بیران کنن به نام ازی که این چیز است اماکن ام کن مسلمان باز یک جای دیگه یک جای دیگه مو جای نماز خود انداخت نماز خواند که موجا باز مسجد عمر در فلسطین ساخته شد یعنی حضرت عمر رضی الله عنه بسیار شدید مولتی کالچورالیسم یعنی <تصفح> که ما چطور ادیان دیگر را احترام کنیم و و یک زیست با همی داشته باشیم و همچنان پسان در اسپانیا بسیار شدید مسلمان ها با تمام ادیان به خوبی و زیست بامی با زندگی می کردن یعنی من میگم که شما توفه بگیرین چرا نه شما توفه بتین به دوستایتان چرا نه شما تبریک بگو این سال نوه و چرا نه و اما ای که درخت کریسمس شما در خانه تان تجلیل کنین اینه من شخصا من مخالف هستم میگه پای که مثلا ما از خاطر اولادا میکنم که اولادا از ساعتشان تیر شاید را یه مزعف عقیده خود ما نشان میده و از اینکه حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم سعید المرسلین خاتم النبین رحمت العالمین اونا فرمودن که با آمدن پیامبر اسلام تمام مسائل خرافاتی زیر پاش قرار گرفته و این در کتاب اسلام و حقوق بشر ای حدیث آمده که من از او نقل خل کردم تا من پرافریز کردم یعنی این چیزی که بیادم بود برتان گفتم که تمام چیزهای خرافاتی این درخت کرسمس و چراغان و نهی فامینا به هر دلیل که شما میکنین این یک خرافات است بشه بسیار مسلمان ها و پیش شخص خود من و از اینکه ما باید یک کار را بکنیم که به او اعتقاد داشته باشیم یک کار را بکنیم که به او اعتقاد داشته باشیم و امرای اولادهای خود بسیار به متانت به مقبولی به توازو و محبت گپ بزنیم که اینی فرهنگ ما این نیست و اینی چیزا را ما مرمدار همیشه میکنیم این چیزا را نمیکنیم و از این است که ما همیشه به والدین نظر دادیم در گذشته های دور که وقتی که اید میشه اید سعید اتا میشه اید سعید فطر میشه با اولادایتان توفه بتین و اولادایتان هم لباس نو برش بخرین توفه بتین اینا که بفهمن که ایده است اونا بفهمن که در اید از اینا هم یک دفعه دو دفعه و از کید سعید اتا هم از اید ساید فتر است ایواز یک دفعه دو دفعه در سال اینا توفه میگیرن حتی در سال نو کنند در ماه مارچ سال نو است در بیست مارچ سال نو است چارده سال اجری خورشیدی است توفه بتین چرا نه؟ برای از اولادا بفهمن که نه تنها که فرهنگ خود بشناسن در پالوی از او باید بفهمن که اینا معلومدار دین از اینا هم یک دین خشک و به مزه و بی توفه نیست لذا ای بود جواب سوال سه چهار نفره که بر من تلفون کرده بودن از خانما و آقایان و بحث برنامه امروز ما برای می سی دقیقه چل دقیقه که هستیم امی نزاکت است که در تلویزیون جانی امیدم سر سر ازی بحث شد و و ما او بحث نبودم شرکت نکرده بودم من تا جناب آقای نصیر خالد صحبت کردم و به توافق رسیدیم که سر زمین زیادتر گپ زده شود که چرا ما نمیتونیم که واقعات تاریخ واقعات جامعه خود های مسائل که واقعا افغان ها مشکل دارن افغان ها ایرانیا، ایرانی ها افغان ها مسلمان ها در مجموع یک تعداد می شرمه که بگویه پوت خانا خانا یک تعداد پت میکنه یک تعداد مثلا در خانواده یک میشه یک مورد حتی مریضی ها را پت میکنن ولی بابا مریضی خو مریضی سرکس هر مریض میشه پت کدن از این چیز اه اه و از و رسول کریم صلی اللہ علیه وسلم می که اگه شما یعنی خوب نیستین بگوین که ما خوب نیستم و این فایده شیز مردم بر شما دعا میکنن حتی یک مریضی که میشه پات میکنن دیگه اگر پاره یکی مثلا دخترشون میره یک ایساوی رو یا مثلا بازی که پاد خانواده میشه تنها مسئله خانواده نیست حالا مثلا ما یک دو ماه میشه که تاریخ افغانستان به یک سلسله نیم به سلسله از هر چمن سمنی بسیار کوتاه کوتاه کوتا ما در هفته روزای یک شنبه تاریخ افغانستان رو نشتا میکنم و قسم که بر شما در گذاشته گفتم بسیار زیاد استقبال میشه بعضی که حتی در تاریخ نویساره که ما میبینیم بسیار چیزا اینا نگفتن یا اثرش تیر شدن یا لازم ندانستن که بگوین یا مثلا در اجتماع ما باز گپا میشه مثلا هر گپی که میشه ما نمیگیم یک کار خطا را میبینیم در مسجد میبینیم در اجتماع میبینیم ما تیر خود میایم نمیگیم که یک کسی خفه نشه با اصلا آزرده نشه یک کسی از ما نرنجه و این درست است که وقتی که ما صحبت میکنیم باید که کسی را نرنجانیم اما وقتی که ما به طور عموم صحبت میکنیم و عقاید سیاسی و اجتماعی و نیفام تاریخی و اینای می میگیم اینجا دیگه مسئله آزردگی و اینا نیست هر کس حق داره که نظر خود بگوید در چارچوب اخلاق و ادب برای که در, در گذشتان بر شما گفتم در هفته گذشته که بسیار برنامه استقبال شد که ما باید که از آزادی بیان و کلام اقلا در کشورهای غربی که هستیم شدید دفاع کنیم و برای کشور خود دیره باید بگوییم که متوجه باشن که امروز صبح هم امروز دوشنبه است 21 ماه دسامبر امروز صبح در اخبار کابل شنیدم که یک یک جوان خبرنگار نو کشتن به نام آقای رحمت نیکزاد خداوند غریق رحمتش کنه و بهشت بر این جاش باشه اینا کل شهدای رای آزادی به خاطر از اینکه اینا چیزایی که حتی کلانای ما امروز حتی آمریکا امریکا اشخاص هم مثل مثلا مسائل حقیقت های تاریخ پت کردن به خاطر از اینکه خودشان در حزب بودن مثلا حقیقت های دین پت کردن به از که منافعشان در خطر نفته حقیقت های اجتماع را کردن به خاطر از اینکه آل کس سرشان تبصره نکنه ما فکر میکنم که در قرن بیستی ما دیگه از اون مرحله آل گذاشتیم که مسائل پت کنیم و صد کنیم و پنهان کنیم و آزادانه باید صحبت کنیم چرا نکنیم و ما بار بار گفتیم که آزادی فکر و آزادی عقیده ام رو صبح تفسیر میکردم سر چیز سر آیه آیه 137 یک سی و شش و نسا ای کسانی که ایمان آورده اید به خدا و رسول و کتابی که بر پیامبرش نازل کرده و کتابی که قبلا نازل شده نازل نموده ایمان آورید اید و هرکی به خدا و فرشتگان و کتاب های آسمانی فرستادگان و و به روز و کافر شد دیگمان و گمراهی دور و درازی افتاده است ما امین سر تفسیرش که ما خودم چی میفهم ازی که اولی که ما باید ادیان دیگر اعترام کنیم به پیانبران به کتاب های آسمانی شان به کل اعترام کنیم و اونا را در کفر اینا نگریم و در پالوی از او ما باید که اون موقف فکری و عقیدتی خود داشته باشیم منایسه مسلمان های بعضی که اسلام یک فرهنگ است اسلام یک چطرنا یک عقیده نیست که به خدا اعتقاد داری یا به خدا خدا اعتقاد داری یا به خدا اعتقاد نداری مزرعت میخوایم لذا آه ما حال در قرن بیست یکم زندگی میکنیم و قرن بیست ایجابات خود داره اما چون که به ارتباط همی سوالی که شد که چرا ما امی نزاکت ها را خواهیم که واضح بگوییم و خاطر از اینکه یعنی من یک آدم 68 سال هستم در آینده بسیار نزدیک به 69 سال میشم یعنی من خودم یادم که ما همیشه در یک اختناق فکری در افغانستان زندگی کردیم اگه که در 40 سال پیش که من در افغانستان بودم 40 سال پیش که من در افغانستان بودم اگه یک چیز از ما باید سیاست از دان حکومت مشنیدیم و اکس در سیاست اینا غرز میگرفت او حتما یک جنجال برش پیش میشد حتی این جنجال ها بسیار زیاد هم میشد که حتی زندانی شد و دیگه و دیگه و شما کسایی که بسیار سالم هستین از این قصه بسیار زیاد خبر دارین اگر که درباره دین کسی گپ میزد او را چون دین مطلق مذهبیون انحصار کرده بودن مثل که امیال هم کوشش میکنن که دین مذهبیون انحصار کنن لیکن رسانه های مدبواتی مثل یوتیوب و اینستاگرام و نیفام فیسبوک و هرچی که هست قدر آل مردم آزادانه در این صحبت میکنن که دست ملای نادان مطلق در پشتش بسته کردن مثل که یک دوست ما برمان نشته که آزادی بیان یک, یک کار بسیار خوب است اما یک, یک ملای نادان است به نام مجیب و رحمان در, در ایراد که بسیار گپای ناروا و نادرست میزنه بل از که او امو سواد دینی رو نداره اون فقط امو یک چهار تا عدیثه که از یاد کرده بدون از این که او رو تحلیل کنه و چه تا آیت که وحابی ها برش گفتن که این آیت آیت نمی که مثلا زن بزن و او را از نمویش عدول کردن همی تانا فکر میکنه که این آیت هست باید یعنی که آیت از خود تفسیر داره آیت از خود به خود نص قرآن تفسیر میشه به حدیث تفسیر میشه به عقل تفسیر میشه اما ایش که ملاها در افغانستان اکثریتش به این اعتقاد ندارن بسیار کمش بسیار بسیار دقیق هستن در مسائل اما اکثر ازی خصوصاً جوان جوانا که ارزندام کردن سین سی و سی و پنج اینا اینا مطلق همو, برند وهابی رو در افغانستان میخواین که چی کنن حال امروز خبر شدم که قطر هم قطر هم میخواید که کدام سرمایه, گذاری در داخل کابل کنه شاپنگ سنتر و تگپا اینا هیچ کدامشون پیش نمیشن که یک <تص> یک کانالیزیشن در افغانستان مطرح کنند بسازن یا مثلا بوین که ما یک ده مکتب میسازیم که تا سن, تا سن ساله به اوجه درس بخوانند و باسوات شوند این همی سرمایه گذاری احمقانه که نه به درد ما میخوره و نه یک درست یک چهار نفر کار میگره گره برازی که بلدنگا و اینا باید یک چهار نفر کار کن اما اندگاه معنوی و فکری و نه درد ما و ای وزارت تجارت و وزارت اقتصاد و اینا را نشان میده که نمیفهمن که چطور سر... کشورهای خارجی در افغانستان سرمایه گذاری کنن یعنی میرید یک مثالش بود که ما, ما در افغانستان همیشه دین از, دان... از دان مذهبی شنیدیم و سیاست هم تا وقتی که ما در افغانستان بدم باز از, از, از دان حکومت مشنیدیم مردم همیشه مغزهایشان قفل بود و مردم به ترس زندگی میکردند و مجبور بودن که با ترس زندگی کنن برای اینکه کار خود از اسم دادن بندی میشدن حتی خانوادهایشان بندی میشد کتاب جناب دانشمند گرامی صدیق چرخیره که بخوانین اولادهای اولاده پنج ساله و شش ساله رو در زندان انداختن بخاطر از اینکه با سیستم مخالف بودن یعنی گناه ما مردم هم نیست که چرا همه تر یا محافظه کار بار آمدیم حتی خودم که نه بسیار زیاد لیبرال صحبت میکنم در چیزها چیزا مجبور هستم که یک کمک کار مانمدار توجه کنم ازی که برازی که من میفهم سر بازی کسا خوش نمیخوره اما بیاین که امیر زیاد و, و دیگه ای کمی تاپ زدن که زده پشتون و زده شیعه و زده سنی و زده ازو و ازو امی از امی که پام بگذاریم برازی که شما که یک تاریخ میگین حالا مثلا قصه دیورند وقتی که ده سال پیش من قصه دیورند بالا کردم و یک رساله در باره دیورند تحقیق کردم و کردم یک دیداد مرا من به نام خائن خطاب کردن یعنی من که به دیورند اعتقاد ندارم و دیورند رد میکنم من خواهین هستم اینمی کلچر که ما امروز در غرب هم آمده یعنی کلچر در غرب هم امرای ما آمده که ما یکی دیگر خواهین میگیم و نعیف هم کافر میگیم و دیگر میگیم با که خودش صحبت نکنی با مجرد که دینیش یا سیاسیش صحبت نکنی تو یک دشمن هست بسید ما مردم قومی و قبولی در حالی که ما این ندارم بگویم که ما زدیکی هستم و زدیکی نیستم یعنی یک اپولوجیتک من نباشم اما بر شما بگم که هر انسان در چارچوب ادب و اخلاق حق داره که عقاید خود بگویه چی سیاسی باشه چی اقتصادی باشه چی ولو که عقایدش بر بر, بر دگاه غلط باشه میشه که بعضی چیزا رو آدم بگویه بر دگاه غلط است مثل که من قصه داود خان که بالا شد مسئله جنایاتی که در وقت ریاست جمهوری داوود خان اتفاق قفتید و یا دیکتاتوری هایی که خودش داشت و ترا و یک تعداد کسایی که دار به در طرفداری داوود خان هستن اینا دار شاخ میکشن که گپ بارم اشتمن برای که او را یک تعدادشان قرمان ملی و شخصیت ملی و نکش یک شفاخانه رو برنامش کردن و از این و وقتی که میبینن که یک آدم میمشنه بعد از قدر نامگذاری و شخصیت و قرمان ملی و دیگه یک آدم میگه بیادر خود گفتی این از مرام بشنو که مردک خدا ببخشش در بدر کده افغانستان تمام بدبختی افغانستان از خاطر سردار داوود است اون شاخ میکشه بالکل لذا و خدا ما دلائل خود داریم این حال ما شرایط استیم که ما که از تصاوی حقوق و, و اینا بسیار زیاد صحبت میکنم این کدام و یکانه بدلتا فیسبوک نوشتم میکنه که این نفاق تولید میکنن نه من نفاق تولید نمیکنم من بسیار شدید طرفدار یک افغانستان با امنیت یک افغانستان با اقتصاد قوی و حقوق مساوی استم این نظرم است شما شاید به حقوق مساوی هیچ اعتقاد نداشته باشین اما ما فکر میکنم من از یک جامعه شناس افغانستان که در امریکا درس خوندیم، در اروپا درس خواندیم من فکر میکنم که در یک جامعه که حقوق مساوی مدنی نباشه که زن و مرد با هم مساوی نباشند که اقوام با هم برابر و مساوی نباشند مذاهب با هم برابر و مسا... او یک جامعه بلکه مریض است ولو که شما داتا ها داشته باشین و خطا هند به نیران افغانستان برای و اقتصاد خوب شود اما وقتی که تبیز باشه تمام اینمی آرگاه و بارگاه کلش سر به سفر میشه از اون خاطر من بسیار شدید این مسئله پشتون و, تا... و باز تاجیک هاست که بسیار قوم پرست هستن تنها پشتون ها قوم پرست نیستن من میل شه... در این شمال اه... 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 کالیفرنیا که هستم اولا ما فکر میکردم که اینا بسیار مسلمان های خوب هستن بخاطر از اینکه که یک داشتن طرفدار طرف مسعود بودن اه... که خدا او ببخشه اما پس اون فهمیدم که اینا بخاطر طرفدار مسعود بودن که یک تاجک بود نه که یک مسلمان بود و بسیار تاسف کردم بسیار تاسف کردم که اینا اسلام تاجیک ها میگم اسلام پایانتر از تاجیک بودن خود میدانند بسیار من تاسف کردم واقعا و من چندین تایش هم که درست است که ما باید سوال کنیم جواب سوال خود داشته باشیم اما بعد از یک مطالعه بسیار عمیق در شخصیت پیامبر و درباره قرآن و کارهایی که مسلمان ها در قرون وستا کردن بین خصوصا بین قرن نهم تا دوازدهم اینا رو ما باید بخوانیم ما باید الکی کمی یک آیت که دیدیم فورا تصمیم نگریم یا یک چهار تا طالب و داعش و اینا رو که ما دیدیم باید سر اسلام تصمیم نگیریم حال بخاطر از یک آزادی بیان است اما تاسف ما ای بود که مثل پشتونا که یک تعدادشان شدید قوم پرست هستند یک تعداد تاجیکا و ازبکا هستن که اینا شدید قوم پرست هستن نتنیسته که تنها یک قوم در افغانستان قوم پرست باشه و بسیار جای تاسف است برای اینکه در افغانستان وجه مشترک یگانه وجه مشترکی که هست حتی من باز دوست, دوست ما خبر شدم که پسانه خبر شدم که اینا هیچ ایمان ندارن اما دوست من بدن. بودن و بسیار تعجب کردم که بایی قدر تحصیل و دانش و دگه و دگه ایمان نداره ولی از یک حقیقت نیافته پیشدی گرفته در اگرشته و, و قابل احترام است اما پیشدی به درد نمیخوره تا که تو ایمان نبیاری یعنی حال ایمان یک چیز نیست که شما از تبلیغات ما ایمان بیارین یا یک کتاب بخوانین ایمان بیارین یا یا قرآن بخوانین ایمان بیارین تا که خود نشناسین وقتی که خود شناختین شما میتونین که ایمان بیارین پس ای اشخاص خود نشناختن طرفداری از پشتون کو طرفداری از تاجک کو طرفداری از ازبک کو طرفداری از... 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 از از کفر کو و ولی ما به خدا ایمان ندارم ای کدام افتخار نیست یک وقتی نمیری، یک افتخار میدانستن اما من من یک کسی که در غرب درس خوانده و در غرب دکتورا گرفته و در ایجا چل سال زندگی زندگی می میکنم یعنی من در عربستان و سعودی و ایران و مصر من درس من ما درس نخوندیم من بر شما میگم که اینا چی یک کمبوتی کلان دارن اما حال ما میفهمیم که بی ایمانی یعنی چی واقعا اما ما نمیتونیم که نمیره اولی که دین ما میگه که شما نمیدونین که خواهیتان سر یک کس بقبولانین یک گپ و دو میگه ایچ کس نمیتونه که دین از زبان یک کس دگه حتما قبول کنه خوصا کال حضرت پیامبر صلی الله علیه و نیست و ورگا و ورگا دیگه نیست یا حضرت علی نیست یا حضرت عمر نیست یعنی یا یا دیگه خلفای راشدین و بزرگان اسلام نیستن پس امروز باید مردم و عقل خود رو جو و خودشان پیدا کنن دینه و خودشان ایمان در قلب خود پیدا کنن و همیشه گفتیم که در افغانستان یک مشکل بسیار عمده وجود داره و او اندیشه فکری عمومی است که بتانه که یک ملت با هم جمع کنه یعنی دموکراسی رو خب بردن صادر کردن از امریکا از, بز... از... از... از قدیمترین دموکراسی جهان یک دموکراسی صادر شد مثل که یک موتر صادر میشه مثل که یک یخچال یخ... یخ صادر میشه مثل که یک داش بر پختن صادر میشه دموکراسی رو هم صادر کردن یعنی شما دیدین که ده 19 سال امروز سبا 20 سال میشه چی گپ شد هیچ چرا بر این که او خود خودرو نبود خود... خود جوش نبود از بطن مردم و دموکراسی نخیسته بوده دموکراسی بر افغانستان نبود و نیست و مشکل افغانا در سطح ملی یک اندیشه سالم سیاسی است که دور از او کلگی جمع شود و در کشور که نه سرمایه داره نه صنعت داره سوادش از بی سوادیش از 80 انوز هم بالاست مثل دوران علازت امان لاواره که 90 درصد بی سواد بود حالا 85 درصد نفوس تغییر کرده حالا 85 درصد بیست یعنی ما تغییر نکردیم چرا؟ برازی که یک هدف نیست یک مرام نیست یک, 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 یک اندیشه سیاسی که همه گیر دوره هم جمع کنه نیست انوز ما از ملا می ترسیم انوز ما از یک آدمه که در قدرت است ما از او می ترسیم و این و ای مولدار ما را بسیار پسمان ساخته بسیار پسمان ساخته و وقتی که شما مثلا مم... مثلا من این حال یک آدم آزاد درست است من یک آدم آزاد برنامه از من است و ی که ملکت از تلویزیون از یک کس دیگه است برنامه از من است و قرارداد ما همیست که من آزادی بیان خود دارم هر چی که من میگم میگم اما وقتی که من برای یک مؤسسه دولتی کار میکنم باید که من پالیسی های از دولت ما مراعات کنم در وجود که باز آزاد نیستم از اون خود است که من چرا هیچ وقت نتانستیم به دولت کار کنم این نبوده که مثلا من کس نگفت که بیا کار کو ام... ما خودم هم نخواستیم که برم کار کنم بعضی که آزادی فکر و بیان من باز اه... چی میشه ام... اه... یعنی مصالحه میشه باید ما چیز ما چیز ما قسم صحبت کنم که با پلیسی دولت باشه و یک چیز تا وایز ده کنه از آمریکا هم شما کار کنین دولت باید نظر با پلیسی دولت گپ بزنین تا افغانستان هم شما در دولت کار میکنین باید به نظر با پلیسی دولت گپ بزنین در ایران هم شما کار میکنین باید نظر با پولی... یعنی یعنی وقتی یک آدم تنامه باشه بحث جداگانه است یکی وقتی به دولت کار میکنه بحث جداگانه است اما چیزی که در دا... افغانستان نصر این نزاکت ها وجود داره ایست که تنام که هستیم ما نمیتونیم که قاید خود بگوریم در دولت خو پهو دولت خو قطعا نمیتونی چیز بگویی و کار کار یک آدم دولتی نمی هسته که بسیار باید پسیو بسیار باید که موتاد و باید قسم صحبت کنه که نسیخ بسوزه و کباب بسوزه و و حق انتقاد نداره انتقاد خود دولت خود نداره حق یعنی بسیار مشکل است که آدم در اون شرایط کار کنه خصوصا بر اشخاص مثل ما اما چیزی که من بر شما میگم خواهر و برادر عزیز که امروز ما باید که یک افغانستان نو بسازیم افغانستان نو تنها در امنیت نیست که با بارامی زندگی کنه و طالبا سلا را بانن و چپا چپی شوه افغانستان جدید قرن 21 باید که در او تبعیض نباشه چنانچه سالهای سال برای دو سال در افغانستان همی تبعیز بوده اون در امروز سبا افتاد سال میشه از دموکراسی اندوستان کاست سیستم، فقر، بدبختی، افراد و تفرید دموکراسی چی کرد؟ ایج، ما که ما میخوایم که غریب باشیم فقیر باشیم اما در پولیش ما میخوایم که آزاد باشیم نه از خود بترسیم نه از دیگران این همی است. شاید که من یارزو را که خود در گور ببرم در افغانستان شاید در تلویزیون هم یک سند بانه آرزوی من این که من در افغانستان اگر زندگی میکنم یک فرد آزاد باشم دلم که کافر هستم دلم که مسلمان هستم دلم که یهود هستم دلم که دینم تبدیل میکنم دین ما تبدیل نمیکنم نمی مخالف دولت هستم مخالف دولت نیستم هر که ما بکنم باید که کسی مرا نگویه که بالی سر چشمت اپروس یک آزادی انسان ای بر ما نیفهم چرا بر ما بسیار زیاد مطرح است که اگه انسان پیر باشه جوان باشه با این که به اجدار اجده رسیده باشه یک انسان آزاد است و دوم تساوی حقوق است بین مردم و افراد جامعه که تمام افراد جامعه باید که با هم برابر و مساوی باشه اما نگاه قومیت اما نگاه نژاد، اما نگاه زبان اما نگاه مذهب و اما نگاه جنسیت یعنی زن و مرد متاسفانه تلفون افغانستان نیست و ما فکر میکنم فکر نیه بالکل ما متقاعد شدیم ما بلکل بالکل گپ خود متقاعد شدیم که یک جامعه که دروج تبعیض باشه بین زن و مرد یک جامعه که دروج بین اقوام تبعیض باشه یک جامعه که دروج بین مذاهب تبعیض باشه او جامعه یک جامعه مریض است و امروز سخنرانی سخنرانی نه مصاحبه آقای جواد ظریف وزیر خارجه ایران همراه تلویزیون تلو شنیدم اونا مرمدار من یک دیپلومات یک دیپلومات بسیار زیاد گپای سنجیده شده و فلتر شده گفتن و چون که یک دیپلومات دولت اسلامی ایران است مرمدار او ابدا دولت اسلامی ایران انتقاد نمیکنه که اینمی که مثلا یک زن حق نداره که طلاق بگیره در ایران یا برش بسار سنگوار پیشوش مندازن اینمی نقص آزادی انسان است اینمی که یک زن ایرانی در دا داخل ایران باید که چادر خود بسر کنه و در تیاره که بالا میشه یا آپای ما گفتی خودشان در تیاره که بالا میشه باید چادر خود پس کنه این خودش خود یک نوه درنگیز در سیستم من چی میگم؟ من چرا ما همی درنگی را داشته باشیم که من از خاطر دولت یک کار بکنم اینمی این, مهم... این, همی... این, همی... این منافقت ما چرا داشته باشیم که من از خاطر دولت یک کار بکنم این که یکانه در فیسبوک نشان من نفاق تولید میکنم و نایفم. آلی آلیگپا وقتش بالا نی اگه شما میخواین که افغانستان متعهد و اگر افغانستان آزاد و اگر افغانستان سربلند و اگه افغانستان مستقل داشته باشین استقلال تنها دهی که شما عسکر امریکایی از, از, از افغانستان برای باز شما استقلال داشته باشین استقلال به با نیسته که کل اگه با رامی زندگی کنه استقلال اوست که تو قرضدار نباشی اگه تو قرضدار هستی استقلال نداری اگر تو آزادی فکری نداری که آزادانه فکرت بر مردم بگویی یا نوشته کنی تو استقلال نداری عراکین دولت معلوم دار اونا باید که اما چیزایی که دولت برشان میگه اموره باید که مراحت کنن اما مردم باید امی استقلال داشته باشن یک آدم مثلا یک سوال درباره دین داره ما خود نمیتونیم یک آدم ایمانش زیر سوال بریم بازی که ایمان یک موضوع دل و یک موضوع قلب است چی میفهمی که او آدم ایمان داره یا نداره یک آدم نماز میخونه تو فکر میکنی که حتما ایمان داره مگر انگلیس ها ملاهای خود در ساختگی خود در افغانستان روان نکردن که نماز میخوندن لباس, لباس های که ما مردم میپوشتیم و رو پوشیدن و خود رنگ ما ساختن اونا, ایمان داشتن ایمان خب تنها و تظاهر خونه است یک موضوع قلب و دل است اینا ما حق نداریم که ایمان کسی را زیر سوال ببریم پس وقتی که حق نداریم زیر دین میگه من نمیگم ایمان کسی را زیر سوال ببریم دیگه ما کسی را به کفر گرفته نمیتونیم پس وقتی که شما آزادی فکر نداشته باشید که جنگ بدر در اسلام به خاطر آزادی فکر برپا خواست و شما یه قدرش باشین که یک چیز استدلال کنین و دو نفر سر شما بدوه دختر شما و زن شما از شما کده پایانتر خود ایس کنه بازی که زن است دوچه آزادی نیست شما برده و بنده یک دولت هستین و یک سیستم هستین و یک نظام هستین بنده خدا نیستین و از خدا شما را خلق کرد که شما آزاد باشین لذا حال وقت از این رسیده به ارتباط تبصره امید تلویزیون امید که دیروز داشتن که چرا ما همی نزاکت ها را پت میکنیم چرا ما آزادانه نزاکت ها را نمیگیم ما خاطر که انوز هم همی نسل نوی که ما هستیم اما انوز با نمو افکار 50 سال پیش زندگی میکنیم میترسیم یا حتی خود گناهکار اسم میکنیم یا،, یا 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 فکر میکنیم که نال مه بدنام میشم اگه من این رو بزنم بدنام میشم اما در یک جامعه سنتی در یک جامعه که قومی و قبایلی است و در یک جامعه که سواد بسیار میار سواد بسیار کم است در یک جامعه که دخترها را به زور شور میتن که خلاف اسلام است در یک جامعه که دختر صغیر به نکای یک کس دیگر داخل میکنن که یک, عمل عمل شرماور است در یک جامعه وحشی و غیر مدنی وحشی مثلا مقصد من یعنی غیر مدنی و غیر اخلاقی و غیر اسلامی مندار شما که قاید خودم میگین بسیار شدید مردم عمل نشان میدن حالا گفته مسئله داوودخان باش واقعا با خان یک آدم بود حالا پیغمبر خو نبود اشتباهات خود کرد یک تعداد است و شمول من قطعا اون یک شخصیت ملی نمیشمارم حالا دیگه مشکل خود مشکل, مشکل شما چیز شخصیت ملی اوست که تمام ملت و از او رای بده وقتی که ما میبینیم امی, امی, داستان قومگرایی افغانستان رو میبریم در افغانستان تقریبا این شخصیت ملی وجود نداره اگه یک دو تا داشتم و مهاجر شد مثل سید جمال الدین افغان همون هم تبیید کردن شخصیت ملی اوسته که تمام اقوام تمام مذاهب تمام مردم با او اعتقاد داشته باشن یعنی گاندی را شما میتونید که شخصیت ملی بگوین اما گاندی را یک هندوی متعصب به گلوله بسته کرد بعضی که در جوامه پس مانده و یا پیش رفته انسان که متمدن نشن انسان که متمدن نشن رای اخلاق نیاموزن اونا ولو که نکتایی بزنن ولو که یک جغه بسیار کلان بزنن اونا که مدنی نشن این جنایات اتفاق مفته لذا هدف ما بر شما بگویم بگویم بخورا برادر عزیز نه زده ما کدام قوم هستم نه زده یک مذهب هستم نه ما شیعه هستم نه سونی هستم نه ما پشتون هستم نه تاجک هستم نه ازبک ما فقط یک انسان آزاد هستم اما الحمدلله 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 سه دفعه میگم ما یک مسلمان هستم و تمام امی تفکر ما امروز اسلام باید شد که من تفکر داشته باشم تا که شما از تعصب و تنگ نظری و نمی فهمم و اینا نبراین حالا مثلا باز دوستای من میشناسم مثلا میرین به یک مجلس زنشون امروشان نیست ولو زن چرا نمیاری؟ بازینا از, 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 از آزادی و از کرامت انسانی و از دگه و دگه گپ ها میزنن حال زن تو چرا نمیاری؟ بسی که هست بس. یا عکسای خود در فیسبوک من یک دفعه هم عکس زنشان که در فیسبوک ازشان نیست بازی که تحصاب هست سر جالب است. بازی اشخاص باز, باز از نام از آزادی گپ میزنن از عدم تعصب گپ میزنن در تبعیض و قومگرایی در حال خودش قومگراست قومگرایی خوی نیست که شما مربوط یک قوم باشین که قومگرا باشین قومگرایی یک روحیه است من این امروز تلفونا را میتونیم بگریم بله میتونیم تلفونا بگریم امروز و کسی میخواد که زنگ بزنه Uh, تلفن ما روشن است شما میتونید به 925 امروز زنگ بزنین تلویزیون امید 24 آل بسیار زیاد پیشرفته شده و ما میتونیم که تلویزیون تلفن های شما هم جواب بگویم و این برنامه لایف است از تلویزیون آریانا ببخشید تلویزیون امید 24 که از کانادا پخش میشه این برنامه لایف پخش میشه و حالا ما که تلفون هم بگیریم دیگه اگر تلفن ندارین ما گپای ما خلاص شد کدام چیز دیگه دیگه گفتن ندارم منتها میخوایم که تکرار بر شما بگم که ما وقتی میتونیم که یک انسان خوب باشیم که تعبیز و تنگ نظری و تعصب به هیچ شکلش در مغز ما را نداشته باشه و که و و مثلا یک آدم زیر شیعه است آلو شیعه است برای خود شیعه است مشکل تو چیست یک آدم زیر سنی است آلو سنی است بر خود سنی است یا وهابی است که من شدید مخالف وهابی هستم بعضی که جهان در دادن با پول و و و مخشویی مردم اما گناه مردم هم که ما اساسا گناه مردم هم نیست به خاطر از اینکه که مردم شاید با پول اتیار داشته باشن و این مخشوی ها را قبول میکنن مثل که یک, یک تا ها و اینا در وقت کمونیست ها همین آیدیا های کومونیزم قبول کرده بودن که آزادیشان مساله هش رضا لذا ما بر شما چی میگم؟ ما بر شما ایره میگم که از تعصب بپریزین از تحبیز بپریزین غیبت کسی را نکنین و ای این مشکلات است که در بین خانواده است این مشکلات است که در بین دو دفعه برمه من تیلیفون که چیز جناب دکتر سه به این دختر که یک شیعه رو بگره آیا دیگه ای کدام ممانعت است از رای خود شیعه یک مسلمان است یا ما چندین تیلیفون ها گرفتیم که نه دختر یک بچه پشتون میخواد میخواه بگره شما در این چی بابا مسلمان هستن تا وقتی که قوم خود بالاتر از قوم دیگر را یا یک تاجک تا وقتی که قوم خود از دیگر قوم ها بالا نبینند من میره بر شما میگم که من هیچ کدام هدف دیگه ندارم بجز از که من شدید حال مثلا من در برگه تاریخ یا،, یا غیر تاریخ نیده تاری نیده، غیر تاریخ شد حالا در افغانستان ما 23 قوم داریم حال چرا سرود ملی ما با به پشتو باید باشه چرا به با پشتو باشه خواهم یک نغمه بانن که کل اقوام در بر بگره اگر ما نمیتونیم که یک نغمه و یک آهنگ بسازیم که 23 قوم و زبان در او شامل شود بس یک نغمه را چی کنن حالا میره چرا نمی کنن که سیستم تبیز داره در دا مقابل دیگر اقوام و که یک تسلط داشته باشه چرا اینه میره نمیفهمین چرا نمیره نمیفهمین هیچ هیچ مسئله به ضد پشتون و به د تاجک و ازبک و هزاره و اینا نیست هیچ مسئله حقوق مساوی است هیچ مسئله مسئله از بین بردن تبعیض است در افغانستان که من شدید مخالف تبعیض تنگ نظری اه، اه، تنگ نظری و تبعیض و تنگ نظری و تعصب است بسیار شدید ای بود برنامه امروز ما شما تلفون نداشتین البته مختن نیستم از اینکه دو روز اول هست که آقای نسیر جان خالد چی کرده کزم کس ما که بزرگوار خود در گروه بس را ادامه بدهید در کدام گروه من نمی‌فهمم کدام گروه دیگه چیز او ده ده یک یک گروپ اس به نام اتحاد اتحاد عذاب اینا از آجیامین امین از فرانسه او بخش میده در اون بودن که رولا غنی را یک صلیبی گفته بودن و نمی فهم او را به اسلام به کافر را تشویق کرده بودن و دیگه پاو که اولی که زن یک رئیس جمهور ای به طرفداری غنی نیست این به طرفداری عدالت است اولی که یک زن ایساویست و اهل کتاب است و قابل احترام است و دوم زن یک رئیس جمهور زن یک رئیس جمهور از خود امتیازات امتیازات داره امتیازات داره, داره بله بفرمایید بله بفرمایید امتیازات داره و سیوم ازدواج با اهل کتاب رواس و در سوره مایده میگه که آیه پنجم سوره مایده ای پنجم که نکای یهود و نصارا بر شما رواس بیا دامن میزنن ای به طرفداری غنی و دولت غنی و اینا نیست ای به طرفداری عدالت است و ما هیچ وقت مثل که قرآن شریف میگه مثال معبول امروز سو بیره ما چی کلم آیه 135 ای سوره نساب ای کسانی که ایمان آورده اید خوب گوش کنید آیه 135 سوره نساء ای کسانی که ایمان آورده اید بر پاکنندگان عدل و داد باشید و برای خدا گواهی دهید هر چند به زیان شما یا پدر و مادر یا نزدیکان شما باشد اگر توانگر یا مستمن باشد خدا برایات آنها سزاوارتر است پس از هوای نفس پیروی نکنید که از عقل عدول کنید و اگر در شهادت زبان بازی کنید یا از آن رو گردونید قطعا خدا به آن چه میکنید آگاست یعنی در مسئله عدالت آیه 135 آیه 135 بله بفرماین تلویزیون جهانی امید 24 در خدمت شما بفرماین یا مان هر ترکتیب. هیچ وقت از عدالت من نمیخوایم که بیرون شم و هر وقتی که من از عدالت بیرون میشم بله بفرماین تلویزیون جانی امید 24 بفرماین آم، من میتونم شما اصلاح کنین من میتونم شما اصلاح کنین بعضی که امر معروف و از کرد عق هر کس است که باید که ایره مراعات کنم این بود برنامه امروز ما از تلویزیون جهانی امید 24 تا برنامه آینده شما را به خداوند کریم بسپارم سبحان رب کرب هم و یسفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین فرید یونس تشکر